به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. مقصد نامعلوم، مسیر ناهموار. گزارش بی بی سی از سفر پرخطر پناهجویان ایرانی به اروپا. در ادامه برنامه، انتظارات ما از آمریکا روشن است. از کسی که به دیوارها تعظیم می کند انتظار نداریم که به پلها احترام بگذارد. خلافات و مشکلات بیابند. هشدار مقام های ایران به غرب. روحانی می گوید سیل مواد مخدر و مهاجران در راه است. ظریف می گوید منطقه انبار بارود شده. ادامه اعتراض ها در فرانسه. بیش از 500 بازداشتی و 55 زخمی در پاریس. معترضان میگویند مکرون باید برود. پدر من فقط برای من فقط اون آدمی نبود که مرد، برای من تمام اون سالهایی بود که من باش زندگی کردم و 20 سال پس از قتل‌های زنجیره‌ای تلاش بازماندگان برای حفظ میراث کشته شدگان. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. خوش آمدید، ناجی غلامی هستم. تخمین زده می شود از حدود 30,000 ایرانی که در نزدیک به یک سال اخیر وارد صربستان شدند، حدود 10,000 نفر از آنها، یعنی یک سوم، برنگشتند. جمعیتی که احتمالاً در اردوگاه‌های پناهندگان ماندند یا از مسیرهای غیرقانونی و خطرناک به طرف شمال و غرب اروپا حرکت کردند، عمدتاً برای شروع زندگی بهتر. صربستان کشوری کوچک در شرق اروپا به این امید مقررات ویزا با ایران را سهل کرده بود که گردشگری را توسعه بدهد، ولی بعد از ماندن هزاران ایرانی در این کشور مقررات ویزا را به حالت قبل بازگرداند. تب مهاجرت و پناهندگی چقدر در ایران گسترده است؟ کمتر کسی است که از سختی‌های مسیر قاچاق نداند، ولی چرا بسیاری این خطر را به جان می‌خرند؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از رعنا رحیم‌پور. رو در روی مرگ، آویزان زیر کامیون در راه صربستان به کرواسی. پناهجویان به این کار می‌گویند گیم زدن یا بازی. عماری که بازنده گاهی جانش را می‌بازد. هفته پیش پدرام 40 ساله بعد از بیش از 2 سال تلاش و ده‌ها بار گیم زدن در جنگلی در مرز کرواسی از سرما یخ زد. مسیری پرخطر که ایرانیان بیش از پیش به آن پا می‌گذارند. این مرد می‌گوید فعال سیاسی کرد است و در ایران جانش در خطر. به دلایل سیاسی مایل است چهره‌اش دیده نشود و با نام مستعار علی گفتگو می‌کند. علی تقریباً 2 ماه پیش خودش را به بلگراد رساند و از اینجا با قاچاقبر به بوسنی رفت. آنجا اما گیر افتاد. پلیس 4 بار منو گرفت. هم گوشی، هم پول ما را از من گرفت. برگشتیم دیگه لب آب، دوباره 100 یورو دادیم را بردن اون بالا با قایق. خب بعد از اینکه از بوسنی براتون گردوندن شما برگشتیم اینجا، این چند روز چیکار کردیم؟ مجبور شدیم تو این خرابات بخوابیم شب و تا صبح. تقریبا خواب نبود دیگه، همینطوری میشستیم دیگه. حالا تو این سرما آدم خوابش نمیبره. علی هم مانند پدرام دوباره میخواهد به دل جاده بزند. کامیون درسته؟ آره. همون 3000 تاست؟ آره آره همونست. باشه، دست با در نکن. ایرانیان زیادی در مدت کوتاهی که ورود به صربستان آزاد بود به این کشور آمدند. به گفته مقامات صربستان در سال جاری میلادی حدود 27,000 ایرانی وارد این کشور شدند. بر اساس آمار غیررسمی 10,000 نفرشان به ایران برنگشتند. موضوعی که باعث شد در مهر ماه صربستان معافیت ویزا برای ایرانیان را لغو کند. به دلیل سرمای زمستان مراجعان مرکز پذیرش پناهجو افزایش یافته. پناهجویی که میرسن و موفق نمیشن خیلی راه‌های مختلف رو امتحان میکنن از تمام مرزهای بالکان، یعنی تلاش میکنن از مسیر بوسنی، از مسیر کرواسی، از مسیر حتی مجارستان و رومانی، همه این راه‌ها رو امتحان میکنن و زمانی
پیش ما میان که مستعصر شدن و خسته شدن و راه برگشت و راه پیش رو ندارن. میعاد نخاولی میگوید پناهجویان با وعده و وعید قاچاقبرها گول میخورند. خیلی از این قاچاقچیایی که اینجا هستن به وعده‌هاشون عمل نمیکنن. ما روزانه میبینیم که چقدر پناهجوی ایرانی اینجا مستعصر میشن. برای همین بسیار محتاط باشن، بسیار دقت کنن و پناهجویی و این شکل ترک کردن کشور رو آخرین گزینه‌شون باشه. سریا هم از جمله ایرانیانی است که بسیاری از مرزهای بالکان را امتحان کرده. هر بار به در بسته خورده. یه سری از تو جنگل و از زیر فنسام خواستیم رد شیم که پلیس گرفت برگردون. یه سری با قطار بودیم که تو قطار قایم شدیم پلیس گرفت برگردون. باید حتما با کامیون برم. و کامیون ها الان خیلی دارن سخت میگیرن، یعنی بالا برم چادر رو بشکافم بپرم تو کامیون با یه دخترم که خیلی کار سختیه. این رفت و برگشت ها کم هزینه نیست. سمیه که نام مستعار این زن است با شوهر و دو بچه اش بیش از 2 سال است که در کمپ پناهجویان زندگی میکنند. میگوید به دلایل امنیتی نمیتواند به ایران برگردد. پرنده‌ای که دوست نداره تو این قفس بمونه یا تو محیطی که دوست نداره خودشو انقدر میزنه به قفس تا میمیره. هر باری که میرفتم میگفتم یا میرسم یا میمیرم. کابوس کودکانی که سهمشان از کودکی بازی است، گاهی با جان. امید علی برای یافتن سرپناه امروز هم بی نتیجه ماند. دیگه زمستون رو باید دیگه سرپناه پیدا کن. علی امشب رو هم مثل شبهای گذشته، 6 شب گذشته مجبوره که در یک خرابه بخوابه، منتظر اینه که بتونه از پلیس مجوز بگیره که در کمپ یا موتل های اینجا اقامت داشته باشه و امیدواره که بتونه از طریق گیم زدن خودش رو به اتحادیه اروپا برسونه. علی در آرزوی یافتن سرزمینی امن آزاد در دنیای تاریک و پرخطر پناهجویی. رنا رحیم‌پور، بی بی سی. حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی از واشنگتن در آمریکا با ماست و همینطور نوید جمشیدی روزنامه‌نگار از تهران. آقای جمشیدی، چقدر موضوع مهاجرت و پناهندگی در ایران موضوعی گسترده است؟ بسیار بسیار این روزها گسترده هست. من مخاطبم رو بیشتر بینندگان شما در داخل کشور قرار میدم که این رو لمس میکنند، این موضوع رو در هر جمعی این روزها در میان دوستان، همکاران، فامیل که میشینیم معمولا بالای 95% صحبتی از مهاجرت پیش میاد یا نمونه از مهاجرین وجود داره. در اکثر خانواده ها قریب به یقین، جمعهای دوستانه در سنین مختلف و در شرایط مختلف این موضوع بسیار بسیار در این اواخر زیاد شده. بیشتر مربوط به کدوم طبقه هستند آقای جمشیدی؟ ببینید، این اواخر اتفاقا سوال جالبی بود، به خاطر اینکه ما مهاجرت ها رو به خصوص در این 40 سال دیدیم که در ابتدا بیشتر موضوعات سیاسی و امنیتی روش تأثیر داشت، بعد فعالین اقتصادی و طبقه مرفه بودند، بعد نخبگان علمی بودند که به فرار مرزها تعبیر شد این موضوع، ولی الان میبینیم که طبقه متوسط هم اضافه شدن به این موضوع و تبدیل به یک موضوع عمومی شده. به همین جهت در گزارشتون مواردی که داشتیم میبینیم که از هیچ کدوم از طبقات در واقع مرفه مالی یا صرفا نخبگان علمی به تنهایی نبودن و طبقه متوسط هم در این سالهای اخیر به خصوص در سال 97 سال جاری اضافه شدن به متقاضیان مهاجرت به هر نقطه‌ای در جهان. آقای قاضیان، چطور میشه این موضوع رو توضیح داد؟ توضیحش پیچیده و پر از نکات متعدده، از بی‌ثباتی که در جامعه ما وجود داره و افق‌های غیر امیدوار کننده. اگر ثبات باشه و امید وجود داشته باشه، موندن ممکنه که تحمل‌آورتر از این باشه که آدم به فکر رفتن به یک جای ناشناخته بیفته. در کنار این بی‌ثباتی و ناامیدی که تا حد زیادی در جامعه ما گسترده شده و طبقات مختلف رو در بر گرفته، عناصر دیگری هم نقش پیدا کردن. از جمله میشه به این اشاره کرد که مثلا ما غرب رو
بیشینه سازی میکنیم و جامعه خودمون رو کمینه سازی میکنیم. یعنی از جامعه غربی یک جامعه فوق العاده ایدئال و بی نقص میسازیم که اونجا همه چیز برای ما فراهمه و ما در جامعه‌ای به سر میبریم که با جهنم فاصله ای نداره. بنابراین حتی گریختن از این جهنم، حتی به جامعه بریم که خیلی بدتر بهتر از اینجا نباشه، هم باز بهتر خواهد بود. در حالی که چیزی که تصویر میکنیم از جامعه غربی که معمولاً به اصطلاح مقصد مهاجرت های ماست، فوق‌العاده برجسته تر از واقعیت زندگی است. بنابراین این تحمل رو برای موندن در اون جامعه سخت‌تر می‌کنه. من مثال‌های خیلی ملموس اگه بخوام بزنم، مثلا شاید بسیاری از بینندگان شما باور نکنن یا اینو تبلیغاتی بر ضد آمریکا بدونن، اگر من بگم که آسفالت‌های مرکز پایتخت ایران خیلی بهتر از مثلا آسفالت‌های پایتخت آمریکاست که قدرتمندترین کشور جهان، بزرگترین اقتصاد جهان رو داره، یا بگم اینجا مردمی از آب آشامیدنی ناسالم مردند، یا مثلا کشتی‌های جنگی آمریکا تصادف کرد و عده‌ای توش کشته شدن در حالی که ما برای سانچی عزاداری می‌کردیم، و چیزهای از این دست که وقتی جامعه‌ها رو مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که جامعه‌ها کمابیش شبیه همان جامعه‌هایی هستن، خیلی بهتر، جامعه‌هایی هستن کمتر بهتر، ولی فرق جهنم و بهشت نیست. جامعه‌های بهتر و کمتر بهتر داریم یا بدتر و کمتر بدتر داریم. ولی وقتی این ایدئال سازی یا بیشینه سازی و کمینه سازی میشه، اون انتظار و ناامیدی خیلی شدیدتر گسترش پیدا میکنه، میل به مهاجرت رو تقویت میکنه و نظام سیاسی که پشت این قضای خوابیده هم خیلی تأثیر داره در ایجاد این فاصله انتظاری و ناامیدی. خب آقای قاضیان، حالا چی باعث شده که چنین تلقی و چنین دیدگاهی که شما توضیح دادید ایجاد بشه؟ دلیل این بیشینه سازی غرب و کمینه سازی جامعه خودی چیه؟ خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. دلیلش به نظر من در چند چیزه. یکی، تصویری که ما از جامعه غربی داریم از طریق وسایل ارتباط جمعی عمدتاً ساخته شده. حتی در این اواخر که ما بیشتر امکان مسافرت به خارج رو پیدا کردیم، تماس ما با جامعه غربی تماس توریستی و گذرا بوده. چند روز در اونجاها زندگی کردیم. طعم زندگی کردن در اینجا رو به عنوان یک شهروند شاید نچشیده باشیم و به این ترتیب با مسائل و مشکلاتش عمیقاً آشنا نشده باشیم. این دوتا، یعنی تصویرهای رسانه‌ای و تصویرهای موقت و توریستی اصطلاحاً، این دوتا تصویر ایدئالی از جامعه غربی ساخته، در حالی که ما در جامعه خودمون زندگی میکنیم دیگه، با تصویرش سر و کار نداریم، یک زندگی دائمی است و با مشکلاتش دائما سر و کار داریم. اما گذر ما به جامعه غربی یک گذر خیلی سطحی است که ما رو با مشکلاتش آشنا نمیکنه. به علاوه خانواده هم که مهاجرت میکنن معمولا از مشکلات خودشون در اینجا و وضعیتی که دارن چندان بین خانواده هایی که در ایران هستن حرف نمیزنن. این هم شاید مزید بر علت باشه. آقای جمشیدی، شما میپذیرید که مجامعی که شما بهشون اشاره کردید، مجامع خانوادگی، حلقه هایی که مردم در اونها در مورد مهاجرت صحبت میکنن، گرفتار سراب شدند؟ به هیچ عنوان. ببینید، البته من نمیخوام موضوع مهاجرت رو به هیچ عنوان تایید بکنم، چنانچه خودم هم هرگز این کار رو انجام ندادم و قصدش رو هم ندارم. اونتا صحبتهایی که جناب آقای قاضیان اشاره فرمودن، حالا در مورد اسفالت در آمریکا مقایسش با اسفالت در ایران و اینها رو که بذاریم کنار، ببینید، مهاجرین ایرانی میشه گفت که به لحاظ این 40 سال اخیر که ما موجهای مختلف مهاجرت رو داشتیم، مهاجرینی حرفه‌ای‌تر هستن به نسبت مهاجرینی فرض بفهمیم مهاجرین سوری یا حتی عراقی و مهاجرین مشابهمون. در چند نسل، حداقل در 3 نسل، چیزهای مختلف رو دیدن. اتفاقا من برخلاف نظر جناب آقای قاضیان معتقدم که وجود رسانه‌ها، به خصوص رسانه‌های آزاد، میتونه که پنجره واقعی‌تر از دنیای غرب یا شرق یا هر جای خارج از ایران رو در واقع مردمش نشون بده. اکثر خانواده‌ها افرادی رو دارن در اون ور آب. اتفاقا اینجا صحبت‌های زیادی هم می‌شود از مشکلات زندگی در اون ور، و بعد از این 40 سال ایرانی‌ها بسیار بسیار پخته‌تر در زمینه مهاجرت شدن، و این پختگی نه تنها باعث نشده این مهاجرت کاهش پیدا بکنه، بلکه باعث افزایشش هم شده. سختی‌هایی رو که ما در گزارش شما دیدیم که بخشی متأسفانه از این سختی‌ها بوده، شما فکر نکنید این افراد نمیدونستند این چیزهایی رو که آقای قاضیان بهشون اشاره میکنن. ببینید که اوضاع متاسفانه در داخل میهنمان به چه شکلی شده است که حاضرن این رو به جان بخرن، با تجربه‌ای که دیدند از افراد مختلف، از 1 نسل 2 نسل عقب‌تر، از دوستان و از همکاران، باز هم میخوان این کار رو انجام بدن، حتی
از آمریکای شمالی و اروپای غربی و اینها هم فراتر گذاشتند و به جاهای دیگه مثل اروپای شرقی. ما در گزارش هامون در روزنامه خودمون داشتیم در آفریقای جنوبی، در هند، در جاهایی که معمولا ایرانی ها به اون شکلی که به اروپای غربی و آمریکای شمالی مهاجرت داشتن تمایل نداشتن، این روزها این رو دارن. این موضوع باعث میشه که اینها در واقع به ما این رو برسونه که ایرانیان الان به دنبال انتخاب بین جهنم و بهشت نیستن، به دنبال انتخاب درون جهنم و بیرون جهنم متاسفانه هستن. و این امید اونها چنان ناامید شده که علارغم تجربه 40 ساله انواع مهاجرت ها و شنیدن مشکلات و مصائب اون، حاضرن باز این رو به جان بخرن اگر بتوانن هزینه مالی بیش از حد انجام بدن، خطراتی رو انجام بدن، با جان متاسفانه فرزندشون گهگاهی در واقع این خطر رو انجام بدن و فقط به علت ناامیدی زیاد از آینده و زندگی در ایران، ایران رو ترک کنن به مقصدی گهگاه نامعلوم. آقای قاضیان، شما به ناامیدی اشاره کردین، چطور میشه چنین امیدی رو ایجاد کرد؟ اصلا کی باید این کار رو بکنه؟ من اشاره بکنم به اون تعبیری که شما به کار بردید در مورد سراب غرب. من چنین حرفی نزدم. من معتقد نیستم که جامعه غربی سرابه و ما تصویری که ازش داریم تصویر سرابگونه. معتقدم تصویر ایدئال سازی شده، بیش از اندازه غیر واقعی جلوه داده میشه، با مشکلات واقعیش سر و کار نداره. اما در این تردید نیست که جامعه غربی روی هم رفته بسیار بسیار بهتر از جامعه ایران هستن. حتی جامعه آمریکایی که من درش زندگی میکنم و با این مشکلاتی که گفتم سر و کار داره، بسیار بهتر از جامعه ایران، در این تردیدی نیست. بحث این است که اون امیدواری و ناامیدی تحت تاثیر این تصویرسازی‌های بیشینه و کمینه بیش از اندازه میشه و میل به مهاجرت رو تشویق میکنه، افزایش میده، اما از اینکه خوب باشد یا بد یا هر چیز دیگه. اما در مورد این ناامیدی، خب مشخص بخش زیادی از این ماجرا به نحوه مدیریت جامعه ما برمیگرده. مردم ایران بنا به سوابق تاریخی و فرهنگی جایگاه خودشون رو خیلی بالاتر از این چیزی که هست میدونن، خودشون رو مستحق و سزاوار زندگی خیلی بهتر از این که هست میدونن و شاید هم این انتظار کاملا به جای باشه از یک طرف. و وقتی میبینن که مدیران جامعه، سیستم سیاسی که توی جامعه حاکم، نه تنها با این وضعیت فاصله داره، هیچ افق امیدوارکننده در آینده نمیگشاید که فکر کنیم ممکنه اوضاع در آینده بهتر بشه، خب این هم طبیعتاً میل به مهاجرت رو تشدید میکنه. و به علاوه هر وقت مردم تلاشی کردن برای اینکه افق‌های خیلی محدود و امیدوارکننده حتی در چارچوب نظام سیاسی موجود بیافرینند، این نظام سیاسی توی دهنشون زده و بهشون گفته که بی خود فکر نکنید که خانی رفته و خانی آمده، بی خود فکر نکنید که مجالی گشوده شده که شما بتونید زندگی بهتر و آسوده تر و امیدوارانه تری داشته باشید. همه اینها در ایجاد این ناامیدی تأثیر داره. و آقای جمشیدی، در نهایت توصیفی که شما کردید و همینطور توضیحی که آقای قاضیان دادن، آیا میتونه بر روی مشارکت سیاسی در ایران اثر بگذاره؟ آقای قاضیان به درستی اشاره کردن که ممکنه بعضی سرخورده باشند. بله، پتران همینطور هست. بعضی که بیشتر سرخورده هستند، اینکه جناب قاضیان فرمودن که ایرانیان انتظار زندگی بهتری رو دارن به جهت اینکه لایقش هستند و این رو میبینم با توجه به منابع کشور. و الان ما مهاجرت هایی رو پیش از انقلاب اسلامی داشتیم ولی اکثرا به قصد تحصیل بهتر بوده و اکثر غریب اتفاقشون تصمیم به اقامت دائم نداشتن، ولی الان برعکس شده. اگر به قصد تحصیل هم رفته میشه، برای اقامت دائم هست در نهایت این هدف انجام بشه، به خاطر اینکه احساس میکنن به درستی هم میهنان ما که اینجا به علت منابع زیاد در کشورمون لیاقت زندگی بهتر رو دارن، ولی به جهت عدم توزیع عادلانه این منابع، این کلافگی ایجاد میشه، این سرخوردگی که اشاره فرمودید ایجاد میشه و تصمیم مهاجرت میگیرن که مسلما در واقع مدیریت کشور و موضوعات سیاسی که دلایل عمده این فاجعه میتونیم بگیم که هست. و در نهایت آقای قاضیان، چقدر دولت مردان نگران این موضوع هستن؟ آیا دلبستگی وجود داره که مثلا نگذارن مردم مهاجرت بکنن یا خطر بکنند؟ ما که در دلشون نیستیم بدونیم دلنگران هستن یا نه، ولی از نحوه مدیریتشون و نگاهشون به این مسئله میتونیم حدس بزنیم که خیلی هم دلنگران نیستن واقعا. به این دلیل که تلاشی نمیکنن برای اینکه این روند رو متوقف کنن، تلاشی نمیکنن برای اینکه امید رو در جامعه بیافرینن، امید رو آزاد کنن.
و مردم امیدوار بشن به آینده، ثبات ایجاد بشه، افقی گشوده بشه. تلاشی برای این کارا نمیکنن و بلکه این آدمهایی رو که مهاجرت میکنن مزاحم میدونن. شاید در دلشون فکر میکنن که بهتره این مزاحما برن و مزاحم حکومت کردن ما به این شیوه نباشن. و همین دلیله که شاید خیلی هم جدی به این مسئله فکر نمیکنن، چون این آدمها ممکنه هر لحظه اون نوع جامعه ایده‌ای رو که اونا میخوان بتراشن و این مردم نمیپذیرن، یا لااقل این مهاجرین نمیپذیرن، صد راه خودشون بدن و شاید از این استقبال میکنن و شاید به همین دلیل که هیچ کار جدی انجام نمیدن برای اینکه این ثبات و امید رو بیافرینن تا مردم رو به موندن در اونجا تشویق بکنن. ممنونم از حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی از واشنگتن در آمریکا با ما، و همینطور نوید جمشیدی، روزنامه‌نگار از تهران. بیننده 60 دقیقه هستید. برنامه رو با چند خبر کوتاه می‌گیریم. ده‌ها نفر از متخصصان و فعالان محیط زیست از فرمانداری تهران خواستند برای حمایت از بازداشت شدگان محیط زیست مجوز تجمع صادر کند. در این نامه که به امضای 72 نفر رسیده از فرمانداری تهران خواسته شده به درخواست‌ها که قبلاً مسکوت مانده بود جواب مثبت داده شود. بیش از 10 ماه است که 8 نفر از فعالان محیط زیست ایران با اتهام جاسوسی و فساد فی‌الارض در بازداشت گاه اطلاعات سپاه در زندان اوین حبس شدند و دسترسی محدودی به وکیل و خانواده های خود داشتند. مجلس ژاپن با تصویب قانون جدید به صدها هزار خارجی امکان ورود به بازار کار این کشور را داد. ژاپن به خاطر سال خورده شدن جمعیتش با کمبود نیروی کار مواجه است و تصویب این قانون برای کاستن از مشکلات این کشور صورت گرفته. اتباع خارجی می توانند از ماه آوریل سال آینده در بخش های ساختمانسازی، کشاورزی و پرستاری مشغول کار شوند. طبق سیستم جدید نزدیک به 300 هزار نیروی کار خارجی در ژاپن به کار گرفته خواهد شد. وزارت خارجه چین در اعتراض به دستگیری یکی از مدیران ارشد شرکت هواوی در کانادا، سفیر این کشور را در پکن فراخواند. چین به کانادا هشدار داده در صورت آزاد نکردن فوری منگ وانجو با عواقب این اقدام روبرو خواهد شد. خانم منگ به دلیل ارتباط با شرکتی که گفته می شود قصد دور زدن تحریم های ایران را داشته، در خاک کانادا بازداشت شد. آمریکا می خواهد خانم منگ برای محاکمه به این کشور تحویل داده شود. منابع طالبان به بی بی سی گفتند که هیئت مذاکره کننده این گروه با مقام‌های آمریکایی بر سر آزادی زندانیان طالبان به توافق نزدیک شدند. به گفته یکی از این منابع، موضوع مبادله زندانیان دو طرف جنگ افغانستان چند روز پیش در گفتگوی شیر محمد عباس استانکزی، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان مطرح شده. مقام‌های ایران در مورد تبعات فعالیت‌های آمریکا در منطقه و تحریم‌ها علیه ایران هشدار دادند. رئیس جمهوری ایران گفته تحریم‌ها می‌تواند بر توانایی ایران در مبارزه با ترانزیت مواد مخدر و جلوگیری از سرازیر شدن سیل پناهجویان به سوی غرب اثر منفی بگذارد. وزیر امور خارجه ایران هم گفته آمریکا در فروش سلاح به کشورهای منطقه مسئولانه عمل نمی‌کند. محمد امینی گزارش می‌دهد. این دومین اجلاسی است که در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم و تهران میزبان نشست رؤسای مجالس 6 کشور. هدف کنفرانس مبارزه با تروریسم و افزایش همکاری و توسعه عنوان شد. اما مقامات ایرانی از این کنفرانس برای انتقاد از سیاست‌های دولت آمریکا به ویژه در حوزه تحریم‌های ایران استفاده کردند. کشوری که جنگی تجاری با چین به راه انداخته، به پاکستان طعنه میزند، افغانستان را تحقیر میکند، ترکیه را تنبیه میکند، روسیه را تهدید میکند و ایران را تحریم میکند، متهم ردیف اول در شکستن پیوند هاست. اما شاید مهمترین قسمت حرف‌های رئیس جمهوری ایران آن بخشی بود که آمریکا و تحریم کنندگان ایران را به توجه به پیامدهای این تحریم‌ها در حوزه شکستن سد ایران در برابر سیل مواد مخدر، ترور و آوارگان به سمت کشورهای غربی دعوت کرد. به تحریم کنندگان هشدار می‌دهم، اگر توانایی‌های ما در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم در خاستگاه اونها ضربه‌ای ببیند، شما نخواهید توانست از زیر آوار مواد مخدر، پناهجویان، بمب‌ها
و ترورها به سلامت خارج شوید. با تضعیف ایران از راه تحریم خیلی ها در امان نخواهند ماند. حسن روحانی با اشاره به ترورها و بمبگذاری‌های سال 1360 در ایران از کشورهای غربی انتقاد کرد که از عوامل و سازمان‌های عامل آن حملات حمایت می‌کنند. آدرسی که به سازمان مجاهدین خلق و رفتار کشورهای غربی در مقابل آن می‌رسید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم گفت که آمریکایی‌ها با تبدیل منطقه به یک انبار اسلحه عملاً به تنش‌ها دامن می‌زنند. اشاره‌ای به فروش صدها میلیارد دلار اسلحه آمریکایی به عربستان سعودی، معاملاتی که برای شخص دونالد ترامپ آنقدر مهم بوده که در تحولات اخیر در رابطه با ولیعهد عربستان سعودی در ماجرای قتل جمال خاشقجی هم به این خریدهای میلیاردی ریاض آدرس می‌داد. محمد امینی، بی بی سی. محسن میلانی مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از تامپا با ما هستند تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم. آقای میلانی، در زبان و لحن آقای روحانی امروز یک تغییر می‌بینیم و اینکه در مورد مقاومت در برابر این موضوع و اینکه این تأثیری نخواهد گذاشت بر ایران دیگه آقای روحانی صحبت نمی‌کنه، بلکه هشدار میده و اینکه باستاب این تحریم بر خود این کشورها چه خواهد بود. فکر می‌کنید این تغییر لحن از کجا میاد؟ با عرض سلام، صحبتهایی که رئیس جمهور ایران کرده هم به نظر من هشداره و هم گفتن یه سری حقایق در رابطه با ایران و در رابطه با منطقه است. آقای روحانی یک قمار بزرگی کرد در رابطه با برجام. قسمت اول این قمار رو فعلا باخته به خاطر اینکه آمریکا از برجام بیرون اومده و با فشاری که دست راستی های ایران دارن میکنن به که ایران یه جهشی به طرف شرق بره و از غرب دور بشه، آقای روحانی داره آخرین کارت برنده خودش رو استفاده میکنه. یعنی اینکه اختلاف بندازه بین اروپا و آمریکا و سعی کنه کشورهای اروپایی رو قانع بکنه که کمک به ایران بکنن که یه طوری این تحریما، فشار این تحریما کم بشه. وضع اقتصادی ایران اسفناکه و بدتر هم خواهد شد. بنابراین صحبتی که ایشون داره میکنه در رابطه با تروریسم، در رابطه با آوارگان، در رابطه با خطر این که اگر فردا اتفاقی در منطقه بیفته کشورهای اروپایی هستند که بیشتر ضرر خواهند دید، داره سعی میکنه یک پیام خیلی روشن به اروپایی ها بده که اگر به من شما نتونید کمک بکنید، ایران هم نمیتونه به شما در رابطه با مسائل مهمی که با اون روبرو هستید، مثل مواد مخدر که از افغانستان به اروپا میره، ایران نمیتونه کمک کنه. حقیقت هم اینه که یک ایران ضعیف، یک ایران ایزوله به نظر من خطر خیلی زیادتری برای اروپا داره تا یک ایرانی که اقتصادش وارد اقتصاد جهانی شد. میدونیم که در این زمینه شکی نیست که اروپا هم نظر هست با ایران. آمریکا فکر میکنید موضعش در این باره چیه؟ آمریکا فعلا آقای ترامپ میخواد تا جایی که امکان داره فشار اقتصادی و سیاسی به ایران وارد بکنه که تقریبا همون اتفاقی که در کره شمالی افتاد در رابطه با ایران هم بیفته، یعنی ایران قبول بکنه وارد مذاکره بشه. و ایران فعلا من کسی رو نمیبینم، رهبری رو نمیبینم که حاضر بشه اینطور ریسکی رو بکنه. بنابراین برای یه مدتی به نظر من فشارهای آمریکا به جلو خواهد رفت و تعیین کننده این خواهد بود که آیا اروپا این قولهایی که به ایران داده در رابطه با درست کردن یک کانال مستقل مالی که اجازه بده ایران تجارت بکنه، آیا پایدار به اون هم خواهد بود یا نه. در هر صورت آمریکا فشار خودش رو به کشورهای اروپایی هم زیادتر خواهد کرد و حالا باید دید این دعوایی که بین چین و آمریکا در رابطه با مسائل تجاری هست به کجا میره، به خاطر اینکه هرچی این دعوا شدت بیشتری پیدا بکنه امکان اینکه ایران و چین با هم دیگه نزدیک‌تر بشن بیشتر خواهد. شکی نیست که مسائلی که آقای روحانی بهش اشاره میکنه، مبارزه با مواد مخدر و همچنین بحران مهاجران برای چه غرب و چه کشورهای همسایه ایران مهمه و همطور که شما میگید آخرین برگ برنده است، ولی واقعا چه استفاده‌ای میشه از این آخرین برگ کرد؟ به نظر من میتونن تا یه مقداری زیادی استفاده بکنن. فعلا اروپا هنوز پایدار برجامه و به نظر من تا مدتی هم پایدار خواهد بود.
مسئله مواد مخدر به نظر من خیلی مسئله مهمیه برای کشورهای اروپایی. مسئله آوارگان هم خیلی مهمه. سال قبل به گفته سازمان ملل 38% تولید مواد مخدر، یعنی بیشتر در افغانستان کم شده، و اگر ایران همکاری های خودشو با سازمان ملل، با کشورهای منطقه علی خصوص افغانستان و با اروپایی ها انجام نده، به نظر من ما مسئله خیلی جدی در رابطه با مواد مخدر در منطقه و در اروپا خواهیم داشت. بنابراین به نفع کشورهای اروپایی به نظر من که یک طوری سعی کنن فشار این تحریم ها را کم بکنن، برای خاطر اینکه همونطوری که من گفتم اگر در تاریخ 40 سال اخیر شما ببینید، ایرانی که تضعیف شده، ایرانی که در خطر فروپاشی، یک ایران خیلی خطرناکتر از ایرانی که وارد جامعه بین‌المللی شد. و فکر میکنید کجا، چه نقطه‌ای خواهد بود که آمریکا از مواضع خودش شروع به عقب نشینی خواهد کرد؟ این بستگی داره که در انتخابات 2020 چه خواهد. بستگی داره که اتفاقاتی که در داخل آمریکا داره میفته چقدر فشار به آقای ترامپ بیاره. ولی اگر شما به نگاه کنید به کارهایی که آقای ترامپ کرده، ایشون به این سادگی سیاستش رو تغییر نخواهد داد، برای خاطر اینکه معتقده و این رو چندین بار گفته، معتقده همین اتفاقی که به کره افتاد به ایران خواهد افتاد. این تحریم ها اینقدر وضع ایران رو خراب خواهد کرد، وضع اقتصادی ایران رو اینقدر فشار به ایران خواهد بود که ایران مجبور بشه بیاد به میز مذاکره بشینه. ولی ایرانی ها دارن یه قمار بزرگی میکنن و قمارشون اینه که فکر میکنن که حداقل تا سال 2020 باید صبر کرد که شاید دموکرات ها در انتخابات پیروز بشن و بعد سیاست خارجی آمریکا در رابطه با برجام و در رابطه با ایران مسلما تغییر پیدا کنه. محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از تامپا، متشکرم. دیروز 16 آذر در ایران روز دانشجو بود. دانشجویان امسال از چند روز مانده به 16 آذر در دانشگاه‌های مختلف در تجمع‌های در حمایت از کارگران و اعتراض‌های آنها و همینطور معلمان شعار دادند، اما مراسم امسال به پرشوری سال‌های قبل نبود. آیا کم شدن فعالیت‌های سیاسی دانشجویان چیزی است که حکومت به دنبال آن است؟ در حال حاضر زمینه برای فعالیت دانشجویان چقدر فراهم است؟ فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. این جمع برای این بود که شماها آزادانه بتونید مطالب خودتون رو بیان کنید. مراسم روز دانشجو 4 روز پیش در دانشگاه سمنان، شما و انتقاد شما گوش شنوا داشته باشه. حسن روحانی از روی گشاده مسئولان به نقدهای دانشجویان میگوید. دانشجویی هم البته در همین مراسم تیغ انتقادش را متوجه دولت و سیاستهای اقتصادی آن میکند. که کلید به اصطلاح تدبیر شما در گشودن بسیاری از قفل‌های سیاسی و اقتصادی مراسم روز دانشجو اما امسال در مقایسه با سالهای قبل سوت و کورتر بود. معضلات فراوانی پیش پای چه از رئیس جمهوری که ترجیح داد به جای حضور در یکی از دانشگاه‌های بزرگ پایتخت در مراسمی در دانشگاه سمنان حاضر شود، چه از دانشجویان که به تجمع‌های پراکنده در حمایت از اعتراض‌های کارگران و معلمان قناعت کردند. گلایه از سرد شدن فضای دانشگاه را 10 روز پیش رئیس یکی از بزرگترین دانشگاه‌های کشور مطرح کرد. حدود 60-70% برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی که در هیئت نظارت مجوز می‌گیرند برگزار نمی‌شوند. او نگرانی از آینده شغلی و آزادی بیان را از جمله دلایل تمایل نداشتن دانشجویان به فعالیت‌های سیاسی خواند. با وجود انتقاد از سرد شدن فضای دانشگاه‌ها، بیش از 2 هفته پیش بود که تشکل اصولگرای مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه تهران در نامه‌ای به رهبر ایران از او دعوت کرد تا با حضور در دانشگاه درباره فعالیت‌های نهادهای تحت نظرش توضیح دهد. اقدامی که با واکنش تند روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روبرو شد. این روزنامه نویسندگان نامه را متهم کرد که به دنبال زدن آخرین سنگرند و آن را کودتای احمدی نژادی ها دانست. اما بیشتر دانشگاه‌هایی که روز دانشجوی امسال را بدون برگزاری مراسمی خاص پشت سر گذاشتند، سرد و گرم زیاد چشیدند.
نقطه عطف آن شاید حادثه دانشگاه تهران در 18 تیر 78 و حمله نیروهای امنیتی به کوی این دانشگاه. چندین روز ناآرامی که دست کم یک کشته و چندین مصدوم به جا گذاشت. 10 سال بعد هم در گرم و گرم اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دانشجویان دانشگاه تهران هدف حمله مشابهی قرار گرفتند. رهبر جمهوری اسلامی ایران 30 سال رهبر این مملکته. چرا به درخواست دانشگاه‌ها جواب نمیدن؟ چرا به دانشگاه نمیایند؟ چرا با دانشجویان صحبت نمی‌کنند؟ این روزها حرف از کم و کیف فعالیت‌های دانشجویان زیاد می‌شود. کسانی که تاوان کم ندادند، از جمله بازداشت و یا ستاره دار شدند. مسئولان گوناگون مدیریتی دانشگاه رو مرکز جولان سیاسی و تلاش‌ها و فعالیت‌های جناح‌های سیاسی قرار ندادند. سم مهلک حرکت علمی این است که دانشگاه‌ها تبدیل بشن به باشگاه‌های سیاسی. شاید وضع حاضر دانشگاه‌ها به آنچه روزی رهبر ایران گفته بود دلخواهش است نزدیک‌تر باشد. معنای نفی حرکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه‌ها نیست. فیروزه اکبریان، بی بی سی. و منادی کار سعی می‌کنم که گفتگویی در همین باره داشته باشیم و به این موضوع برگردیم. در چهارمین هفته از اعتراض‌های خیابانی جنبش جلیق زردها، صدها خودروی پلیس و ده‌ها هزار مأمور به خیابان‌های پاریس آمدند. پلیس برای مهار اعتراض‌ها که به خشونت کشید، باز هم از گاز اشکاور استفاده کرد. اینجا اینا تصاویر زنده هست از پاریس، جایی که امروز شاهد تظاهراتی بود که بعضاً به خشونت کشید. بیش از 500 نفر امروز بازداشت شدند و 55 نفر در اعتراضات حالا زخمی شدند. معترضان شعار می‌دهند مکرون باید برود و می‌گویند در خیابان‌ها خواهند ماند. تصاویر زنده هست از خیابان‌های پاریس، جایی که امروز پلیس حضور سنگینی داشت و سعی کرد با گاز اشکاور و در بعضی موارد با خشونت جمعیت رو متفرق کنه. به نظر میاد که از انبوه جمعیت الان کاسته شده، ولی معترضان گفتند تا زمانی که مکرون از کار کناره گیری نکنه در خیابان‌ها خواهند ماند. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. درگیری، تنش، دود و گاز اشکاور در شانزلیزه. این چهره مشهورترین خیابان فرانسه است. آن هم در آخرین روزهای سال که به سنت همیشگی باید غرق آرایش و نور جشن‌های کریسمس باشد. این چهارمین هفته از اعتراض‌های خیابانی در فرانسه است و پاریس پایتخت هنوز صحنه شدیدترین آنها. خودروهای زرهی در قلب پاریس صف کشیدند. هزاران مأمور پلیس برای مهار اعتراض‌ها اعزام شدند. معترضان را اما ابایی از رویارویی با پلیس نیست. مثل این معترضان جلیق زرد که رویارو با مأموران گارد ویژه زانو زده اما کوتاه نمی آیند. تظاهرات را جلیق زردها در اعتراض به افزایش قیمت سوخت شروع کردند، اما منحصر به خودشان نماند. فرانسوی های دیگر با انواع اعتراض ها به آنها پیوستند. از همین رو حالا هم که دولت درباره مالیات سوخت کوتاه آمده، اعتراض ها پایان نگرفته. این مجمع حالا دیگر جنبش جلیق زرد ها نام گرفته. دیگه صبرمون تموم شده، همه جوره زیر فشاریم. تمام اعتراض ها برای اینکه بتونیم با این درآمدها زندگیمون رو ادامه بدیم. من بازنشستم، اما حتی برای پرداخت قبضه هم مشکل دارم. دولت نباید گوشش رو روی اعتراضا ببنده. تصمیمایی که گرفته شده دیگه فایده نداره و این همه خشم در کشور نتیجه همین دیر تصمیم گرفتنه. اینجا در الیزه امانوئل ماکرون جوان با بزرگترین چالش دوران ریاست جمهوری خود روبروست. چشم خیلی ها به اینجا دوخته شده تا قدم بعدی او را برای حصول تفاهم با معترضان ببینند. تفاهمی که حاصل نشدنش احتمالاً پاریس را همینطور در آشوب و تلاطم نگه خواهد داشت. شبنم شعبانی، بی بی سی. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس هفت از پاریس با ما هستن. خانم کیان، در به وجود آمدن این شرایط سهم آقای مکرون و دولت او چیه؟
سهم آقای مکرون بسیار بسیار گسترده هستش در ایجاد تنش‌های فعلی، به خاطر اینکه ایشون اشتباهات متعددی رو از زمان ریاست جمهوریشون مرتکب شدن. یکی از این اشتباهات تأخیر کردن مردم بود و گوش ندادن به خواستهای مردم، و دیگر این بود که ایشون اولین کاری که انجام داد آمد مالیات بر اقشار بسیار ثروتمند رو که حدود 1% مردم فرانسه هستن رو بسیار کاهش داد، در حالی که مالیات ها رو بر بازنشستگان یا کارمندان جز یا کارگرا افزایش داد، در چه قدرت خرید اینها رو کاهش داد. و بعد هم در واقع نخواست هیچ زمانی که حتی با سندیکه های کارگری و کارمندی صحبت بکنه، مذاکره بکنه. این در واقع ایشون آمد گفت من یک برنامه‌ای دارم و علی‌رغم هر آنچه که پیش بیاد این برنامه‌ام رو میخوام به مرحله عمل در بیارم، و خب نتیجهش همینه که امروز خواهیم دید، یعنی اقشار مختلفی از مردم فرانسه امروز طرفدار جلیقه زرد ها هستن و اصلا خودشون جلیقه زرد عنوان میکنن، گرچه که با خشونت ها مرزبندی دارن. یکی از انتقادهایی که به دولت به آقای مکرون میشه و به دولت او این هست که نه تنها در به وجود آمدن این شرایط سهم بزرگی داشته، بلکه بعد از این که این اعتراض ها شروع شده پاسخ درستی به مردم نداده و با اونها به طور مستقیم صحبت نکرده. نخیر، هنوز ایشون صحبت نکرده، امیدواریم که دوشنبه یا سه شنبه با مردم صحبت بکنه، و اگر چنانچه که ایشون به خواستهای متعدد مردم پاسخ مثبتی نده، خب این درگیری ها و این اعتراضات به تبع در سرتاسر فرانسه ادامه پیدا خواهد کرد. اتفاقا امروز پاریس خلوت‌تر بود و نسبت به شنبه گذشته و خشونت کمتر دیده شد، برای اینکه نیروهای انتظامی بسیار وسیع حضور داشتند، ولی در شهرهای مختلف فرانسه من جمله شهر بوردو برای مثال هنوز درگیری ها ادامه داره، و این نشون میده که مردم کل فرانسه در واقع خواهان پاسخ گرفتن به خواستاشون هستن. مهمترین خواست جلیقه زردها عدالت اجتماعیه، و اینکه میبایستی که این شکاف در واقع طبقاتی بین فقیر و غنی کاهش بده بکنه، وگرنه اصولا فرانسه از بین خواهد رفت. و اگر که مکرون پاسخ نده، یعنی حقوق بازنشستگان رو افزایش نده، حداقل دستمزد رو افزایش نده و مالیات ها بر افراد کم درآمد رو کاهش نده، فکر میکنم که این اعتراضات ادامه پیدا خواهند کرد، و این درست در حالی هست که فرانسه داشت سرمایه گذاری های خارجی رو هم به اینجا جذب میکرد، و الان این تنش هایی که وجود داره طبعا سرمایه گذاری ها رو کاهش خواهد داد به طبع. یکی از نیروهای اصلی در انتخابات فرانسه برای پیروزی آقای مکرون جوانها بودند، و او اونها رو تا حد زیادی ناامید کرده و خیلی از اونها حالا در خیابان هستن، میگن تا وقتی که کناره گیری نکنه ما اینجا خواهیم موند. ولی واقعا چقدر ممکنه که فشار افزایش پیدا کنه به آقای مکرون و او ممکنه مجبور بشه به کناره گیری؟ ببینید، ما برای یک نظام دموکراتیکی زندگی میکنیم. آقای مکرون به طور دموکراتیک انتخاب شد، و به همین دلیل هم اینکه حالا یه افرادی چند هزار نفر در خیابون فریاد بزنن که ایشون باید استعفا بده، به تبع نهادهای سیاسی این مملکت رو دارن زیر علامت سوال میبرن. فکر میکنم که آقای مکرون لازم باشه که استعفا بده. ایشون آنچه که لازمه این هستش که به حرف مردم گوش بده، و در واقع الان شما میبینید که بالاخره اینها پذیرفتن که سندیکاها رو که تاکنون بسیار به طور تحقیرآمیز باشون برخورد کرده بودن در مذاکره شرکت بدن. سندیکاها خب یک حائلی بودن همیشه بین کارمندا و کارگرا و دولت، و دوباره این نقش رو میبایسته که کسب بکنن برای اینکه نارضایتی های مردم رو کانالیزه بکنن. احزاب سیاسی که هنوز بهشون یک نگاه تحقیرآمیزی در واقع نگاه میکرد مکرون، اینها در واقع خواسته شده ازشون که مجددا به مذاکره برگردن. این نشون میده که جلیقه زردها به نظر من به لحاظ سیاسی برنده شدن، برای اینکه مجبور کردن دولت مکرون رو که در واقع پاسخ مثبت بده. اما اینکه آقای مکرون در روزهای آینده دقیقاً چه پاسخی به این خواستهای به نظر من کاملا مشروع مردم میخواد بده، اون تصمیم گیرنده هست که آیا این اعتراضات ادامه پیدا میکنه یا نه. برای اینکه اعتراضاتی که دانشجوها یا دانش آموزا دارن به نظر من
خیلی مهم نیستن. خواستهای اصلی مردم همون خواسته، همونطور که گفتم، عدالت اجتماعی و در واقع کاهش این فاصله عمیق یک درصد ثروتمندان و اکثریت غریب اتفاق مردم فرانسه است که قدرت خریدشون رو دارن بیش از پیش به خاطر سیاست‌های مکرون و نیز سیاست‌هایی که خب خود اتحادیه اروپا هم درش نقش دارن از دست میدن. و در واقع این اعتراض فقط به دولت مکرون هم نیست، اعتراض به سیاست‌های نئولیبرالی هستش که کلاً اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا اتخاذ میکنن و اون وقت فشارش بر مردم عادی میاد. متشکرم از شما آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس هفته از پاریس. همونطور که در این برنامه اشاره شد، دیروز 16 آذر بود، روز دانشجو. در ایران تجمع‌های در حمایت از اعتراض‌های کارگران و معلمان در روزهای قبل برگزار شده بود، ولی خود روز دانشجو روزی بود که کمتر از اعتراض‌های دانشجویی در اون شنیدیم. حسن اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی از تهران، با ماست. آقای زیدآبادی، این طرف اون طرف گفته میشه که گویا فضای دانشگاه‌ها از فعالیت سیاسی خالی شده، سرد شده. چه دلیلی ممکنه پشت این باشه؟ ببینید، این انگاره رو من قبول ندارم که در واقع میل به فعالیت سیاسی در بین دانشجویان کاسته شده. اولا باید توجه داشته باشیم این شاید نسبت به نسل ما نوع بروزش تغییر کرده باشه، ولی در این حال شما میبینید که این نسلی از جنبش دانشجویی که حضور دارن، اینها کسانی هستن که پس از سرکوب 88 و اینکه در واقع تمام انجمنها در دولت آقای احمدی نژاد تعطیل شدن، اینها از سال 92 به بعد بدون اینکه به صلاح بتونن به نسل قبلی دسترسی داشته باشن، خودشون انجمنها رو احیا کردن، تشکلهای دانشجویی رو. و من امروز که نگاه میکنم تقریبا بیش از 30 جلسه در واقع بزرگداشت 16 آذر در دانشگاه ها بود، ولی متاسفانه خود دولت به نظر میرسه که این مدیرانش این جسارت رو ندارن و دائما این برنامه هایی که مجوز میدن رو لغو میکنن. و ما شاهد هستیم، ولی در این حال خب تجمعی که در دانشگاه پلی‌تکنیک بود، در دانشگاه ارومیه، در دانشگاه تبریز، در بسیار از دانشگاه هم جلساتی برگزار شد، ولی خب متاسفانه مدیرانی که منصوب هستن به دولت آقای روحانی این جسارت برای برگزاری برنامه ها رو به اندازه کافی ندارن. فکر میکنید که چرا اینطور هست؟ آیا کسانی که باید برگزار کننده باشن یا تسهیل کننده فعالیت دانشجویان باشند نمیخوان با بخش های مشخص از حاکمیت در بیفتن؟ ببینید، من فکر میکنم که ما این تجربه رو الان چندین سال داریم که دولت آقای روحانی مسئلهش مسئله دانشگاه نیست. و شما ببینید، به هر حال ما سالهایی رو داشتیم که مثلا آقای خاتمی وقتی به عکس ها رجوع میکنیم چجوری در بین دانشجویان بوده، یا به هر حال بعد از اونم حتی نشه، ولی آقای روحانی همیشه سعی کرده در یک دانشگاهی در شهرستان به هر حال، و هیچ وقت وارد رو در رو با دانشجویان نشده. ایشون دانشگاه رو اگرچه میگه که ما امنیتی نمیخوایم، ولی ظاهرا به همون سیستم گورستانی و امنیت گورستانی اعتقاد دارن، و به همین دلیل هست که حتی شاید خیلی این مسئله نباشه با حاکمیت، یعنی اون هسته اصلی حاکمیت هم خیلی مسئله نداشته باشه بر این کار. ولی خب از همگسیختگی اداره دولت من فکر کنم در دانشگاه هم هست. به هر حال گزینه وزارت علوم، ایشون گفتن که 25 خودشون به مجلس قول دادن که من پایش میکنم، اما با گماشتن مدیران ضعیف عملا وضعیت بسیار دشواری رو برای دانشجویان در نظر گرفت. متشکرم از حسن اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی از تهران. بابا کارگاه ایرانیان شهر هانوفر یاد قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران را گرامی داشته. تاکید برگزار کنندگان این مراسم بر حکومت بر محکومیت برخوردهای خشونت‌آمیز در تمامی 4 دهه گذشته و فراموش نکردن ابعاد آن در ایران بود. یادمان 20 سالگرد قتل‌های سیاسی با نمایشگاه نقاشی، موسیقی و سخنرانی اعضای خانواده قربانیان این قتل‌ها برگزار شد. مریم انصاری از هانوفر گزارش می‌دهد. نقاشی‌هایی که از رنج، از دلتنگی، از جنایت می‌گویند. نمایشگاهی علیه فراموشی.
هنرمندانی که آثارشان به مناسبت 20 سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز 77 به نمایش گذاشته شده، همین دوره را به تصویر کشیدند، هم خود بخشی از تصویر این دوره و متأثر از آنند. نقاشی‌های مریم حسینزاده، همسر محمد مختاری، که می‌گوید رنگ‌ها به او توان به پا خواستن و بیان ناگفته‌ها را داده است. سه پوستر از نقاشی‌های نازنین پوینده، دختر محمد جعفر پوینده که قتل پدرش زندگی او را برای همیشه تغییر داد. ببینید وقتی که شما نقاشی می‌کنین، نقاشی عشقیه. تا هر چیزی که به عشق وابسته باشه به شما حس زندگی میده. همین کمک میکنه که شما چیزای وحشتناک زندگی رو کم کم پشت سر بگذارید. چیزی که دردناکه اینه که راجب بابا که صحبت میشه، همیشه راجب مرگش صحبت میشه، به خاطر اینکه به خاطر حس مسئولیت ما نمیخوایم این قضیه فراموش بشه. منتها پدر من فقط برای من که فقط اون آدمی نبود که مرد، برای من تمام اون سالهایی بود که من باش زندگی کردم و شخصیت من کنار پدر من شکل گرفته و قسمتی از پدر من با منه که زنده است، همیشه هست. زمانی که سخن از قتل‌های سیاسی دهه 70 می‌شود، دستگاه قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به 4 نام اکتفا می‌کند: پروانه اسکندری و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. این نمایشگاه اما نام‌های بسیار دیگری را برمی‌شمارد. بسیاری دگراندیشان و منتقدان که نه فقط در ایران که در آن سوی مرز نیز به قتل رسیدند. به واقع این دادخواهی فقط برای 4 نفر نیست. من تردید ندارم که پروسه دادخواهی 4 قتل سیاسی در ادامهش بسیاری از خانواده ها رو و بسیاری از نگاه ها رو به اون افرادی که بیرحمانه از بین رفتن و بیرحمانه تر مورد سکوت قرار گرفتن، سکوت رسانه‌ای و در واقع به این خانواده دادخواهی باید یه خانواده بزرگی بشه. دیر یا زود، ولی من مطمئنم این امر اتفاق میفته. زنده میمانند حتی اگر پیکرشان به خاک سپرده شود. برگزار کنندگان مراسم میگویند که پرونده قتل‌ها مسله شد تا بستر ذهنی و ساختار سازمانی این جنایات روشن نشود. توی 20 سال الان ما به اینجا رسیدیم که دادخواهی قضایی با توجه به شرایط ایران و با توجه به نامناسب بودن شرایط توی شرایط بین المللی ما الان امکانش رو نداریم. من الان خودم شخصا که فکر میکنم دیگر خانواده ها هم به این مسئله رسیده باشن، تمرکز رو گذاشتیم روی دادخواهی سیاسی. و دادخواهی سیاسی از نظر من یک تعریف داره و تعریفش هم این هستش که اندیشه های این افراد، اندیشه هایی که این افراد به خاطرش باید ترور می شدن، این اندیشه ها حفظ بشه. باید دادخواهی خودم رو با دادخواهی دیگر کشتارهایی که تو ایران صورت گرفته، مادران خاوران، مادران پارک لاله، اینها باید در نک درک موازات هم بم فکر میکنم که باید در کنار هم باشن و این حرکت دادخواهی ما رو قدرتمندتر میکنه برای گامهای بعدی که میتونیم برداریم. نوعی از حمایت در فضای عمومی هست، نوعی از پشتیبانی از این خواست وجود داره. متاسفانه همه جا امکان بروزش نیست. امسال هم مراسم بزرگ داشت محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در امامزاده طاهر که کانون نویسندگان ایران و خانواده هاشون دعوت کرده بودند به اون ممنوع اعلام شد. درهای اونجا رو بستند تا جایی که من شنیدم و کسانی که آمده بودند حتی اجازه این رو پیدا نکردند که کنار اون دو مزار برای لحظه ای بایستند. دیوار یک زندان، کاری از بهروز نقیپور، هنرمند و ساکن نقاش هلند. این دیوار سالها در مکانهای مختلف به نمایش گذاشته شده و هر کس نام آشنا یا عزیزی از قربانیان سرکوب را بر آن نوشته. بار سنگین این قتل‌ها روی وجدان عمومی سنگینی می‌کنه. همچنان یک معضله، همچنان یک بقرنج اجتماعیه. آفتاب آتش بی‌دریغ است. این جمله است از شعری از شاملو که در تابلوی ابوالقاسم شمسی، هنرمند ساکن آلمان، تکرار شده. برای 20 سال قتل‌های زنجیره‌ای و تداوم یک دادخواهی تاریخی. مریم انصاری، هانوفر.
بازرس ویژه تحقیقات در مورد رابطه دونالد ترامپ با روسیه دیشب برای تکمیل پرونده دو تن از نزدیکان رئیس جمهوری آمریکا و صدور حکم علیه آنها جزئیات بیشتری در مورد اتهام‌ها و شواهد موجود منتشر کرد. دادستانی نیویورک از قاضی برای وکیل سابق دونالد ترامپ 4 سال زندان درخواست کرد. بازرس ویژه همچنین رئیس سابق ستاد انتخاباتی آقای ترامپ را به دروغگویی گسترده در مورد رابطه با روسیه متهم کرد. آقای ترامپ در واکنش گفته هیچ اتهامی در این پرونده ها متوجه شخص او نیست. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش میده. هفته ای بعد برای دونالد ترامپ، دستگاه قضایی آمریکا گام بلندی برای تکمیل پرونده مردان رئیس جمهوری برداشت. از پال منافور، رئیس سابق ستاد انتخاباتیش، تا مایکل کوهن که نزدیک 10 سال وکیل و کارچاقکن ترامپ بود و مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملیش. باب مولر، بازرس ویژه که در هفته‌های اخیر مورد شدیدترین حملات لفظی آقای ترامپ قرار گرفته، در آستانه صدور حکم گفت آقای فلین با تیمش همکاری گسترده کرده و اطلاعات ارزشمندی در مورد رابطه و تبانی احتمالی اطرافیان و شخص ترامپ با روسیه داده. بنابراین مستحق تخفیف در مجازات است و لزومی ندارد که به زندان برود. پرونده آقای کوهن، وکیل سابق ترامپ، اما قطورتر است. در حالی که بازرس ویژه دیروز از همکاری او هم تقدیر کرد، دادستانی حوزه قضایی نیویورک در نامه‌ای به قاضی گفته که او باید 4 سال زندان برود، از جمله به خاطر پول دادن به 2 زنی که گفتند با ترامپ رابطه جنسی داشتند. حق و سکوتی که سبب شد این زنان پیش از انتخابات 2 سال پیش در مورد این رابطه حرفی نزنند. آنچه به بمب خبری تبدیل شد این بخش از نامه دادستانی بود. آقای کوهن این پول را با هماهنگی و هدایت شخص شماره 1 به زنان داده. شخص شماره 1 کسی نیست جز دونالد ترامپ. این نخستین بار از آغاز تحقیقات در نزدیک 2 سال گذشته است که مقام‌های قضایی آمریکا رسماً رئیس جمهوری آمریکا را به نقض قوانین متهم می‌کنند. وضع آقای منافور از هر 2 محکوم قبلی بدتر است. بازرس ویژه در نامه به قاضی که بخش‌هایی از آن در زمان انتشار عمومی به خاطر حفاظت از اطلاعات سری زیر نوار سیاه قرار گرفته، رئیس سابق ستاد ترامپ را به دروغگویی‌های مکرر در مورد رابطه‌اش با طرف‌های روس و حتی پیام‌رسانی به مقام‌های ارشد در کاخ سفید پس از دادگاهی شدن برای گرفتن کمک از آنها متهم کرد. آقای ترامپ اما بلافاصله به این پرونده قطور و پیچیده‌ای که ابعاد مهمی از آن در 24 ساعت گذشته فاش شده، واکنش نشان داد و نوشت رئیس جمهور، یعنی خودش، کاملاً رفع اتهام شد. سپاس. در حالی که بحث میان حقوقدانان در مورد پیامدهای قضایی این تحقیقات برای شخص رئیس جمهوری ادامه دارد، آنچه کمتر ناظری در آن شک دارد این است که هرچه جزئیات این پرونده بیشتر علنی می شود، دونالد ترامپ و کاخ سفید در موقعیت دشوارتری قرار می گیرد. بهمن کلبوسی، BBC نیویورک. به این ترتیب می رسیم به پایان این 60 دقیقه. شب و روز بر شما خوش.